جهانگیری معاون اول رئیس جمهوری روز گذشته در بازدید وزرا، معاونین و مشاورین رئیس دولت و برخی از مدیران دستگاه های اجرایی به مناسبت عید نوروز به چالش هایی که مردم در سال 97 متحمل شدند اشاره کرد و گفت در سال 98 با کوشش و همت باید بتوانیم بخشی از سختی های مردم در سال گذشته را جبران کنیم و به ویژه در ارتباط با اشتغال و معیشت مردم کارساز باشیم. جهانگیری سپس با اشاره به تداوم بارش ها به ویژه در تهران به صورت جدی به مردم سراسر ایران هشدار داد که با همکاری و توجه جدی به هشدارها عمل کرده تا در برابر خسارات و آثار زیانبار ناشی از سیل لطمات کمتری ببینند. جهانگیری در خصوص نامگذاری سال جاری به عنوان رونق تولید افسود نهادهای اقتصادی به ویژه وزارت صنعت، معدن و تجارت برای احقاق رونق تولید باید جدیت نشان دهند و نباید در این راه تنها به تأمین منابع مالی تکیه کنند. لذا باید با ارائه ایده های نو برای حل مشکلات واحدهای تولیدی راهکارهای جدیدی پیدا کنند. سال جدید که با حوادث مرگبار سیل آغاز شد زنگ خطر جدی را برای حاکمیت به صدا درآورد و نشان داد که ناکارآمدی و فساد سیستم را با خطرات جدی و فرسایشی مواجه ساخته است اکنون باید دید نظام چگونه میخواهد با این وضعیت با چالش تحریم ها و مشکلات اقتصادی دست و پنجه نرم کند در حالی که در روزهای اخیر وقوع سیل در استان گلستان و دیگر نقاط کشور مثل همیشه چالشهایی را در خصوص نحوه مدیریت بر حادثه ایجاد کرده است، گروه های سیاسی از فضای پیش آمده برای تصویه حساب های سیاسی استفاده می کنند. گرچه کارشناسان تاکید دارند که حضور استاندار بیمسئولیت در جایگاه استانداری استان گلستان و عدم حضور او در هنگام وقوع حادثه در ایران موجب شده است که مدیریت بر فاجعه در چند روز اول حادثه به علت نبود امکان هماهنگی‌های های لازم کند شود اما واقعیت این است که بی مسئولیتی او ربطی به اصولگرا بودن و اصلاح طلب بودن او ندارد با این وصف اصلاح طلبان در تلاش هستند تا با اشاره به اصولگرا بودن منافع هاشمی تأکید کنند که حضور او در جناه رقیب موجب کندی در امداد رسانی و بیمسئولیتی شده است که این سخن بنا به گفته کارشناسان اظهار نظری غیر اصولی و غیر کارشناسی است ممکن است منافع هاشمی مدیر شایسته ای برای سیل نبوده باشد اما علت آن وابستگی وی به قالیباف نیست بلکه او درباره حوادث غیر مترقبه و نحوه مدیریت بر بحران در سیل اطلاع و دانش کافی نداشته است. بنا به گفته کارشناسان به نظر می رسد این اشکال تقریبا در همه دیگر مدیران بحران منطقه من جمله فرماندار و رئیس ستاد مدیریت بحران منطقه نیز که ممکن است همسو با جریان سیاسی دولت باشند وجود داشته است و اصل موضوع کم تجربگی و بی مدیران بحران در منطقه در روزهای اخیر بوده است که مانع از این شده است که با سرعت عمل مناسب تا حدودی از مشکلات ناشی از وقوع حادثه بکاهند. از سوی دیگر جناح رقیب و مخالفان دولت نیز سیل اخیر را به بحانه ای برای کوبیدن دولت تبدیل کردند و با اشاره به کمتوانی دولت روحانی در پیشبینی سیل اخیر کوشیدند تا اشکالات رخ داده در منطقه را نناشی از حوادث طبیعی و یا اشکالات ساختاری در مدیریت بحران بلکه ناشی از ناتوانی و ضعف دولت روحانی قلمداد کنند محسن رضایی که در ماه‌های اخیر عزم خود را برای ناکارآمد جلوه دادن دولت و کارشکنی در مقابل دولت جذب کرده است با اشاره به اینکه دولت دائما در رویارویی با زلزله و سیل قافلگیر می شود و توانایی پیشبینی و پیشگیری از حوادث را ندارد اظهار داشت جوانان شهر با پر کردن کیسه ها از شن و خاک توانستند سیل را به بیرون از شهر هدایت کنند محسن رضایی در حالی دولت را در عدم کنترل و پیشبینی سیل اخیر متهم می کند که خود سپاه نیست که بر اساس ساختار مدیریت بحران در کشور یکی از بازوهای اصلی مدیریت بحران در هنگام وقوع حادثه است بدون آنکه اقدامی عملی در ایجاد آمادگی در منطقه بکند در آخرین لحظات تنها با انفجار راه آهن آقلا توانست بخشی از فاجعه پیش آمده را مدیریت و ساماندهی کند این در حالی است که امکانات لوجستیکی و فنی سپاه را که در مدیریت بحران در چنین شرایطی استفاده از آنها حیاتی است هیچ نهاد و سازمان دیگری حتی ارتش در این سطح وسیع و گسترده در اختیار ندارد و سپاه می توانست با بسیج همه امکانات لوجستیکی خود در استان و استانهای همجوار با اقدام به جابجایی به, به موقع شهروندان بخشی از مشکلات و آسیب های ناشی از این بحران را مدیریت کند و تخفیف دهد. اظهارات محسن رضایی با واکنش برخی افراد در دولت مواجه شده و بدون اشاره به نام محسن رضایی تاکید کردند که از این وضعیت بهرهبرداری برداری سیاسی نشود. مسومه ابتکار معاون امور زنان رئیس جمهوری به دنبال وقوع سیل در گلستان طی یادداشتی در کانال تلگرامی خود به برخی انتقادات در مورد اقدامات پدرش در سمت ریاست سازمان حفاظت از محیط زیست پاسخ داده است. وی نوشته پدرم به علت اعتقادش در سال 57 به امام و انقلاب برنامههایی از جمله در زمینه محیط زیست ارائه کرد که در سال 58 اصل پنجاه قانون اساسی محافظت از محیط زیست را به مجلس خبرگان ارائه کرد که به تصویب رسید. به افزود پدر من در دشوارترین وضعیت در آن زمان مدیریت سازمان حفاظت محیط زیست را قبول کرد و یک سال و نیم بعد از آن زمانی که بر انحلال سازمان حفاظت محیط زیست اصرار ورزیدند استعفا داد و گفت انحلال این سازمان خیانت به کشور است وی گفت دکتر تقی ابتکار همینطور در دوران دفاع مقدس مشاور شهید چمران فکوری و ستاری هم بود و در ادامه هم مشاور علوم و فنون در دوره ریاست جمهوری آقای خاتمی شد و به نظر بنده همین میتواند علت اصلی اتهام زنی ها و حمله های برخی باشد ابتکار در ادامه به دیگر فعالیت های پدرش اشاره کرد و نوشت او متخصص مقابله با آلودگی هوا بود و سالها برای بهبود کیفیت هوا کوشش کرد اما در روزهای آخر سال 79 پس از نشست تولید اتوبوس گازسوز به آرزه قلبی دچار شد و 29 اسفند همان سال درگذشت ابتکار اعلام کرد که هیچ بنیادی به نام پدرام وجود ندارد و جایزه تقی ابتکار 14 سال است که توسط اطرافیان و مرکز صلح و محیط زیست به مناسبت سالگرد درگذشت وی به دلسوزان محیط زیست اهدا می شود که هیچ بودجه دولتی هم ندارد پس فردی به اسم امیر مقدم که این اتهامات را منتشر نموده باید پاسخگو باشد بحران سیل اخیر سبب شده که هر کدام از جناها انگشت اتهام را به سوی یکدیگر نشانه روند. علی متحری نایب رئیس دوم مجلس شورای اسلامی ضمن واکنش به حاکمیت نامشروع اسرائیل بر بلندی های جولان در توییت خود نوشت اقدام ابلهانه و گستاخانه ترامپ در به رسمیت شناختن حاکمیت رژیم اسرائیل بر بلندی های جولان معلوم کرد که اولا او قانون جنگل را بر دنیا حاکم می داند و ثانیا ادامه حضور نیروهای مقاومت مانند نیروهای ایران در سوریه را ضروری می داند. هرچند اقدام ترامپ با واکنش تند کشورهای جهان و عربی از جمله عربستان سعودی مواجه شده است اما پمپاژ خصومت میان ایران و اسرائیل با گفتار نابودی اسرائیل که گفتاری تندتر از مواضع فلسطینی هاست سال هاست خسارت مادی و سیاسی جبران ناپذیری را متوجه منافع ملی ایران ساخته است که جناهای تندرو دائما بر تبل آن میکوبند و متحری نیست جدا از موضوع محکومیت اقدام ترامپ در مورد جولان که واکنشی عمومی است در نتیجه گیریش به موضوع ضرورت نبرد سپاه قدس و اسرائیل میپردازد که ربطی به منافع ملی ایران ندارد. مرکز آمار ایران نرخ تورم دوازده ماهه منتهی به اسفند ماه 1397 را 26 ممیز 9 دهام درصد اعلام و تأکید کرده است این نرخ تورم نسبت به ماه قبل 3 ممیز 4 دهام درصد افزایش یافته است بنابراین گزارش خانوارهای کشور به طور میانگین 47 ممیز 5 همه درصد بیش از اسفند 1396 برای خرید یک مجموعه کالا و خدمات یکسان هزینه کردند. همچنین تغییرات قیمت در خوراکی ها، آشامیدنی ها و دخانیات نسبت به اسفند ماه 1396 حدود 74 ممیز 14 درصد بوده است. بر اساس گزارش اداره آمار میزان افزایش قیمت بر اساس شاخص کل کالاها برای خانوارهای شهری 46 ممیز 6 درصد و برای خانوارهای روستایی 52 ممیز 7 درصد بوده است. در همین حال و بر اساس همین گزارش تغییرات نرخ تورم برای دهک اول 25 ممیز 9 دهم ده درصد و برای دهک دهم ده حدود 28 ممیز 9 دهم ده درصد بوده است. این آمار شاید یکی از بالاترین نرخ‌های تورمی باشد که در سال جاری توسط یکی از نهادهای رسمی حاکمیتی برای توضیح میزان تورم در کشور ارائه شده است. اما همین آمار هم در بسیاری از موارد به اندازه کافی قادر به بازنمایی میزان تورم قیمت کالاها در کشور نیست فقط در چند ماه اخیر قیمت گوشت با افزایش صد درصدی دو برابر شده است و چون هیچگاه در سال گذشته هیچ کاهش قیمتی در حوزه گوشت وجود نداشته است میانگین افزایش قیمت کالا و به طبع آن تورم نمیتواند کمتر از صد درصد باشد زمن این اینکه در مورد بسیاری از کالاها میزان افزایش قیمت نسبت به سال قبل بیش از سه برابر بوده است که در نتیجه تورم 300 درصدی و نه 70 درصدی را برای کشور و در حوزه این کالاها ایجاد می کند. نرخ برابری ارز در مقابل ریال ایران بیش از سه برابر افزایش یافته است و به تبع آن همه ی کالاها و خدمات نیز افزایش قیمتی حداقل سه برابری و 300 درصدی را نیز تجربه خواهند کرد در این حال بر اساس این آمار و بر خلاف آنچه که مقام های جمهوری اسلامی عنوان می کنند فقرا و قشرهای آسیب پذیر مثل روستاییان نسبت به ثروتمندان و جامعه شهری نرخ تبرم بیشتری را تجربه کردند و بر اساس این آمار تبرم برای مناطق شهری نسبت به روستایی و دهک بالای جامعه نسبت به دهک پایین جامعه کمتر بوده است بنا به گفته برخی تحلیلگران این امر ممکن است ناشی از این باشد که طبقات و دهک های ثروتمندتر و همچنین گروه های شهری به علت برخورداری بیشتر امکان استفاده بیشتری از یارانه کالایی را نیز دارند و در نتیجه کالاها با قیمت پایینتری به دست آنها میرسد و در نتیجه تورم کمتری را تجربه می کنند. قدرت خرید عموم مردم بسیار کاهش یافته است و با حداقل سه برابر شدن قیمت کالاها حتی در محاسبه تورم نقطه به نقطه نیز میزان تورم کالاها و خدمات نمیتواند زیر دویست درصد و رقمی حدود 60 درصد برآورد شده باشد جالب این که همین مقدار غیر واقعی هم توسط نهادهای دولت ارائه نمی شود و از نظر دولت با وجود چند برابر شدن قیمت کالاها تورم همچنان بین 20 تا 25 درصد باقی مانده است. به دنبال موزگیری رئیس ستاد مشترک ارتش الجزایر در مورد عدم توانایی بوتفلیقه در اداره کشور رسانه های این کشور از برگزاری نشست شورای قانون اساسی به منظور اعلام ناتوانی رئیس جمهوری این کشور در اداره امور کشور خبر دادند. به نظر می رسد این نشست برای اعلام خلع در منصب ریاست جمهوری در اجرای ماده ی 102 قانون اساسی برگزار شده است و به احتمال زیاد شورای قانون اساسی پیشنهاد ناتوانی و خلع رئیس جمهوری در اداره امور کشور را به پارلمان ارائه می کند. احمد قائد صالح رئیس ستاد مشترک ارتش الجزایر در سخنانی خواستار اجرای ماده 102 قانون اساسی مربوط به خلع منصب ریاست جمهوری شده است که این درخواست نشان دهنده اذعان ارتش به ناتوانی عبدالعزیز بوتفلیقه رئیس جمهوری فعلی برای اداره کشور است همزمان با تصمیم بوتفلیقه برای نامزدی در پنجمین دوره ریاست جمهوری خود تظاهرات های گسترده در این کشور آغاز شد که تا امروز نیز ادامه دارد. گرچه بوتفلیقه از نامزدی در انتخابات منصرف شد و اعلام کرد که حکومت را به رئیس جمهوری منتخب مردم واگذار می کند اما این تظاهرات ها همچنان ادامه دارد و مردم خواهان کنارگیری فوری او و نخست وزیر جدید کشور هستند. به گزارش رویترز هیئت سوریه در سازمان ملل پس از آنکه دانلد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا حاکمیت اسرائیل بر جولان اشغالی را به رسمیت شناخت در نامه ای خطاب به شورای امنیت تاکید کرد ریاست شورای امنیت باید تاریخی را برای تشکیل نشستی فوری با هدف بررسی وضعیت جولان اشغالی و نیز نقض قطنامه های مربوط به شورا از طرف یکی از اعضای دائم این شورا تعیین کند. بشار جعفری نماینده سوریه در سازمان ملل پیشتر در نامه ای از شورای امنیت خواست اقداماتی را برای اجرای قطنامه های مربوط به عقب نشینی اسرائیل از جولان تا مرزهای چهارم جوان 1967 در پیش بگیرد. همچنین جدا از رد اقدام ترامپ توسط کلیه کشورهای عربی و اسلامی اتحادیه اروپا نیست که پیشتر اعلام کرده بود الحاق جولان به خاک اسرائیل را به رسمیت نمیشناسد پس از امضای فرمان ریاست جمهوری آمریکا مبنی بر تعیید حاکمیت رسمی اسرائیل بر این منطقه اشغالی تاکید کرد که اروپا همچنان بر موضع و خط مشی قبلی خود در قبال جولان باقی خواهد ماند دانلد تاسک رئیس شورای اروپا روز سهشنبه در جریان یک کنفرانس خبری گفت موضع اروپا در این خصوص مشخص و شناخته شده است و تغییر نخواهد کرد به یفسود اتحادیه اروپا حاکمیت اسرائیل بر این منطقه را به رسمیت نمیشناسد. مسئولان بلندپایه اتحادیه اروپا پیش از این در خصوص ملحق شدن بلندی های جولان به خاک اسرائیل هشدار داده بودند که این اقدام زمینه را برای ایجاد ناامنی و بی‌ثباتی در منطقه فراهم خواهد کرد. به گزارش رسانه ها وزارت دفاع روسیه در بیانیه ای تاریخ برگزاری رزمایش سالانه مشترک با چین را با نام تعامل دریایی 2019 اواخر آوریل اعلام کرد. وزارت دفاع روسیه همچنین اعلام کرد هیئت نیروی دریایی چین به منظور شرکت در یک کنفرانس وارد سن پترزبورگ شده است و نمایندگان دو کشور رایزنی ها برای آماده سازی های مقدماتی برگزاری رزمایش را آغاز کردند وزارت دفاع چین اواخر دسامبر اعلام کرد اعتماد سیاسی دو جانبه و همکاری های نظامی بین روسیه و چین به بالاترین سطح خود رسیده است این وزارتخانه تبادلات نظامی دو جانبه و برگزاری رزمایش های مشترک متعدد را دلیلی بر اثبات این ادعا خواند وزارت امور خارجه چین نیز از همکاری های روسیه با کشورش در زمینه ی حفظ ثبات منطقه‌ای در مسائل مهم بین المللی قدردانی کرد. وزارت امور خارجه چین روابط پکن با مسکو را مشارکت راهبردی جامع در زمینه هماهنگی توصیف می کند. به گزارش رسانه ها روز گذشته شی جین پینگ رئیس جمهوری خلق چین در پاریس و در مراسم پایانی مجمع مدیریت جهانی چین و فرانسه سخنرانی کرد و به ارائه پیشنهادهای چین برای توسعه جامعه بشری پرداخت او گفت همه کشورها باید بر پایه عدالت و منطق به رفع فقدانهای مدیریتی جهان بپردازند باید از طریق رایزنی و درک متقابل اعتماد میان خود را افزایش دهند باید همه مانند سرنشینان یک قایق با هم متحد شوند و به یکدیگر کمک کنند تمام توان خود را برای برقراری صلح به کار بندند و بر سود متقابل و همکاری برد برد پایبند باشند و در این حال کمبودهای مربوط به توسعه را حل کنند وی از کشورهای مختلف خواست تا به طور مشترک سرنوشت آینده بشر را به دست گیرند امانوئل مکرون رئیس جمهوری فرانسه نیز گفت که اتحادیه اروپا و چین باید دست در دست هم با چالش‌های جهانی مقابله کنند و ژان کلود یونکر رئیس کمیته اتحادیه اروپا نیز عنوان کرد اروپا و چین هر دو مایل به برقراری روابط و همکاری نزدیکتر هستند آنگلا مرکل صدر ازم آلمان که به عنوان مهمان ویژه در آین پایانی مجمع مدیریت جهانی چین و فرانسه حضور داشت نیز پیشنهاد کرد سال آینده دیداری میان رهبران اروپا و چین برگزار شود وی گفت آلمان و چین منافع مشترک گسترده دارند آلمان تمایل دارد در دومین مجمع سران همکاری بین المللی یک کمربند یک جاده حضور پیدا کند و خواستار آن است که به میزان کافی از فرصتهای بازار چین و به شکلی گسترده تر استفاده کند. وزارت دفاع امریکا پنتاگون اخیرا طرحی را به کنگره ارائه کرده که بر اساس آن قرار است یک دیوار مرزی 92 کیلومتری در مرز امریکا و مکزیک احداث گردد این طرح پنتاگون بودجه بالغ بر یک میلیارد دلار نیاز دارد مجری این طرح قرار است بخش مهندسی ارتش امریکا باشد طرحی که البته در همین ابتدای را با مخالفت برخی از نمایندگان کنگره مواجه شده است این طرح به موازات فرمان وضعیت اضطراری دونالد ترامپ پس که در ماه فوریه صادر شد این فرمان در پیان آن صادر شد که کنگره امریکا با بودجه 5 میلیارد و 700 میلیون دلاری کاخ سفید برای احداث دیوار میان مکزیک و امریکا مخالفت کرد رئیس جمهور امریکا تاکید دارد ساخت این دیوار مرزی مانع از ورود تبهکاران و باندهای مافیایی و همچنین مهاجران غیرقانونی از مرز مکزیک به امریکا می شود برخی نمایندگان منتقد این طرح میگویند این طرح بیش از آنکه دغدغه های امنیتی داشته باشد انگیزه های سیاسی دارد در سوی دیگر وزارت خزانه امریکا 25 فرد و شرکت را که متهم به دور زدن تحریم ها به نفع ایران هستند را در لیست تحریم های خود قرار داده است آنطور که وزارت خزانه داری امریکا اعلام کرده است این افراد و شرکت ها در سه کشور ایران ترکیه و امارات متحده عربی مستقر هستند و فعالیت آنها در زمینه تأمین منابع مالی برای نیروهای مسلح ایران به ویژه سپاه پاس است در لیست اعلام شده نام بانک انصار وابسته به نیروهای مسلح ایران دیده می شود در همین ارتباط روز سهشنبه برایان هوک مسئول میز ایران در وزارت خارجه امریکا گفت بانک انصار نقش یک صرافی را برای سپاه پاسداران به ویژه در تامین منابع مالی آن در سوریه ایفا می کند برایان هوک مدعی است بانک انصار تنها در طی یک سال گذشته حدود 800 میلیون دلار ارز را با هدف تامین تجهیزات نظامی سر تمین کرده است آقای هو همچنین گفت این افراد و شرکتها تلاش داشتند با ایجاد شرکت های سوری به سیستم های مالی بین دسترسی داشته باشند اما پاتریک شانهان قائم مقام وزارت دفاع امریکا پنتاگون بار دیگر به مقامات ترکیه گوش زد کرده که چنانچه این کشور تمایل به خرید جنگنده اف 35 را دارند باید از خرید سامانه موشکی اس 400 روسی چشم پوشی کنند آقای شانهان از ترکیه خواسته همچنان به قرارداد خرید مربوط به جنگنده F-35 پایبند باشد او میگوید ما نیازمند ترکیه برای خرید جنگنده F-35 هستیم اما ترکیه باید نسبت به عقد قرارداد با روسها در زمینه سامانه دفاعی S-400 تجدید نظر کند